آنچه از حکم خدا شود به هر نکته ایان میدهد طریق بندگی به بندگان نشان شرح توضیح مسائل از تو شیوه عمل از کلام مرجعیت این سخن وقت بیان حکم حج و روزه و نماز و بیع و حکم خمس آنچه مطلبش بود به بطن آیه ها نهان حکم عید شرعی و اباحه و صید و شکار جملگی به حکم مرجعیت گشت ترجمان بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خداوند بخشنده و مهربان و عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما بینندگان محترم و سلامی خاص به ساحت مقدس ولی نعمتمون، کسی که بنابر روایات هفته ای دو مرتبه نگاه به پرونده اعمال ما میکنه و امروز نمیدونم لبخند رضایت بر لبان حضرتش مینشینه یا اینکه ما با وجود اینکه به ظاهر روزه‌دار هستیم و امساک از آب و غذا کردیم آیا موجبات رضایت حضرتش رو برآورده می‌کنیم یا نه، که به فرمایش معصوم چه خوب است که روزه نفس گرفته بشه، نه فقط روزه دهان و شکم، روزه چشم گرفته بشه، روزه گوش گرفته بشه. انشاءالله لحظه لحظمون هم باعث سرور و فرح در قلب حضرت بقیت الله باشه و اعمالمون، گفتارمون و کردارمون، اولا تلنگر به خودم دارم میزنم، مؤثر در فرج حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه. منظر جناب استادمون بیادبی کردم. سلام علیکم جناب رفتی، خیلی خوش آمدید. خدا نگهدارتون باشه. خورم شما. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان بیننده اعمالتون قبول، متبرک بشیم با این دعا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد المعجل فرجا. بینندگان عزیز، خیلی خیلی سریع یک دهه از این ماه پرخیر و برکت و فضل گذشت و به طرفت العینی روزهای آینده میاد و از ما گذر میکنه. خوش به حال اون کسی که بتونه کوله باری پر از نیکی و خیر برای خودش انتخاب بکنه و بتونه با دست پر در شبهایی که هر شبیش معادل هزار سال عبادته، انشاءالله بتونه اونجا با روی بازتر و سفیدتری خدا رو صدا بزنه. خب دوستان، بریم برگردیم و انشاءالله دوباره به بینندگانمون سلام خواهیم کرد. خب بینندگان، من اجازه بدید پوزش بخوام در ابتدای برنامه، به دلیل اینکه به هر حال مشکل برق هنوز کماکان در کشور عراق هست و به هر حال استودیو و برنامه ما هم به خاطر بحث زنده بودنش مستثنای از این نقص فنی نیست متاسفانه. پوزش ما رو باز بپذیرید، شرمنده زبانم بسته است. از دای رفعت در خدمت شما هستیم. ان شاء الله عزیزان تحمل میکنن. بعدین بحثا و درسایی که طلبه ها داشتن یا بقیه عزیزانی، خصوصا تو ماه رمضان که برنامه داشتن، در زیر نور ماه و نور شمع میگفتن معنویت هایی که جلسات قبل داشت از یه جهاتی از جلسات الان با این همه امکانات بله بیشتر هست.
حالا امیدواریم خود حضرت عنایت کنند. عرض کردیم خدمت عزیزان بعضی از مفترات رو رسیدیم به باقی بودن بر جنابت، حیض و نفاس. توضیح این مثال مواردی داشت که خدمت عزیزان عرض کردیم، اونا رو تکرار نمی کنم. خلاصش این که اذان صبح در این شرط ملاکه، این مفتر ملاکش اینه که اذان صبح رد بشه، من اگر وظیفم غسل بوده نکردم، اگر وظیفم تیمم بوده انجام ندادم. بنابراین اگر کسی شب خوابید، تو خواب محتلم شد، بیدار شد بعد اذان صبح، اشکالی نداره، روزش صحیحه. چرا؟ چون بیدار نشد تا وظیفش غسل و تیمم بشه و انجام نده. حالا اگر بیدار شد، از خواب بیدار شد، دید که غسل برش واجب شده، خوابش می اومد، گرفت خوابید و میدونست که دوباره بلند میشه، یا احتمال میداد که دوباره بلند میشه، ولی باز هم بلند نشد مگر بعد از نماز صبح. این هم میفرمان اشکالی نداره، فقط یک روز قضا کنه، کفاره برش نیست. چون عمدی نبوده، ولی بله. میتوانسته در اون لحظه بله میتوانسته قصد کنه، ولی قصد نکرده، کفاره گردنش نیست. بله. بنابراین اگر اذان صبح رد شد، کسی میتونست غسل بکنه و غسل نکرد، اینجا هست که میگن قضا هست. اگر عمدی بوده باشه کفاره هم هست. عمدی یعنی چی؟ یعنی بیدار و غسل نکرد، رسید آخر وقت، وقت تنگ شد، میتونست تیمم بکنه، تیمم هم نکرد. یا اینکه خوابید در حالی که میدونست بلند نمیشه برای غسل کردن، یا در زمانی که وقت نه برای غسل هست نه برای تیمم، خودش رو جنوب کرد که دیگه نمیتونه غسل بکنه، نمیتونه تیمم. اینها از مواردی هست که افطار عمدی حساب میشه، هم قضاست هم کفاره. اما اگر اینها نبوده باشه، خواب اول بوده باشه، روزش صحیحه، قضا هم نداره، قضاش احتیاط مستحبیه، خواب دوم بوده باشه، اینجا فقط قضا داره، دیگه کفاره نداره به نظر از آقا. این اجمالی از این مفتر. حالا اگر جزئیاتی مواردی به ذهن رسید، که غالبا سوالایی که پیش میاد اینه که شخص شک داره که آیا جنوب شده یا نشده. خب این ربطی به ماه رمضان نداره، در جای خودش گفتن کسی که شک داره جنوب شده یا نه، جنوب حساب نمیشه، باید یقین کنه جنوب شده. بله. بنابراین یه رطوبتی رو دیدم اما شرایط نیست، یعنی مشخصات اون بله، اگر احتلام بوده، نه خوابی، نه علامتی، چیزی نیست، فقط یه مجرد رطوبت، ممکنه چیز دیگه ای باشه. یا در خواب دید که منی حرکت کرد، اما حالا که بیدار میشه لباس رو بررسی میکنه، اینه رطوبتی نیست، خب اینجور جاها غسل واجب نیست، روزش هم درسته، نیاز به غسل و تیمم نداره. یا در مواردی که عرض شود که در موردی هست که حلال هست در بیداری، یا خدای نکرده مورد حرام و استمنا، معنی حرکت کرد اما شک میکنه خارج شده یا نشده، تمام این موارد حکمش این هست که بر این شخص غسل واجب نیست، بنابراین روزش صحیحه. جایی روزه مشکل دار میشه که وظیفه غسل کردن بوده باشه. و همچنین باقی بودن بر حیض و نفاس، یعنی این دو موردی که غسل درش واجبه، انشاءالله اینو بیشتر فردا توضیح میدم، اما الان عرض میکنم استحاضه از مواردی هست که روزه درش واجبه، شخص مستحاضه باید وظائفش رو انجام بده و روزش رو بگیره. این توی قلیله و بیشترش فرق نمیکنه. فقط در مورد قلیله برای نماز باید تطهیر کنه، وضو بگیره، برای متوسطه غسل باید بکنه اول روز آخر شب، در کثیره هم برای هر نمازی یا هر دو نمازی که پشت سر هم میخونه غسل کنه. جدا این غسل ها شرط روزه هم هست، یعنی غسل ها رو انجام بده که نمازش صحیحه، روزش هم درست میشه، ولی روزه برش واجبه، روزه با این شرط باید انجام بشه. در مورد نفاس هم مثل حیضمون، یعنی بعد از زایمان اون چند روزی که از عادت حساب میشه از نفاسه، بعد از آنی که پاک شد بعد غسلش رو انجام بده، اگر غسلش رو انجام نده روزه اون روزش باطل میشه اگر عمدی باشه. دیگه از مسائلی که اینجا خیلی پیش میاد اینه که اگر در روز بوده باشه، یعنی شخصی در روز پاک بشه، آیا روزه اون روز برش واجبه؟ نه. امساک اون روز واجبه؟ نه، چون اون روز روزه برش واجب نبوده، ملاک معلوم شد اذان صبحه. اگر اذان صبح رد شد و این هنوز در عادتش بود، حالا یا در حیض یا در نفاس، هر کدوم
اون روز روزه برش واجب نیست. اگر وسط روز پاک شد برای نمازاش باید غسل کنه، روزه فرداش این غسل رو میخواد، اون روز روزه نداره. و همچنین اگر این عادت در روز اتفاق افتاد، سحر خورد، نیت روزه فردا کرد بعد از اذان صبح، وسط روز، حتی اگر چند دقیقه چند لحظه مونده به اذان مغرب، عادت ماهانش شد، در این مورد اون روز روزش باطله، گناهی مرتکب نشده، روزش باطل شده. یادش باشه که بعد این روز رو هم بعداً قضا کنه. خیلی ممنون، متشکرم. خب خدا رو شکر فعلا نور به استودیو برگشت. باز دوباره فاصله کوتاه بگیریم، نیمه دوم برنامه سوالات شما رو تقدیم بتون بکنیم. دو صفر یک پنجاه پنجاه پنج ده ده چهل و هشت، دو صفر 964 771 77 93 893 دو شماره ایست که شما می توانید برای ما سوالاتتون رو بفرستید و ما انشاءالله توی برنامه پاسخش رو تقدیم شما بکنیم. با عرض سلام و ادب، سربازی هستم اهل بندر عباس، در شهر شیراز مشغول خدمت هستم. روز اول رمضان تسویه حساب پایان خدمت بنده است. خواستم بدونم روز اول ماه مبارک رو روزه بگیرم یا خیر؟ خب تقریبا سوال وقتش هم گذشته دیگه، این بزرگوار حالا هر کاری که انجام داده، اما مسئله شو عرض میکنیم اگه خلاف این بوده برای اطلاعاتش باید بدونن که چی وظیفه‌شون هست. شخصی که در سفر هست یا دو تا وطن اختیار میکنه، این هم روزش درسته هم نمازش کامله. بنابراین شما در بندر عباس که هستید نماز روزتون درسته، در جایی هم که بیش از 6 ماه دارید میمونید، که خب طبیعتاً ممکنه یک سال و نیم شما در شیراز به عنوان سرباز بودید، اونجا هم وطنتون حساب میشه تا زمانی که هستید. پس تا زمانی که اعراض نکردید تمام شد خدمت، من دیگه با این شهر کاری ندارم، اونجا هنوز وطنتون حساب میشه. یک روز هم که باشید نماز درسته، روزتون هم درسته. اما زمانی که دیگه تمام شد، به قول خودتون تسویه حساب کردید و از اونجا در میایید، سفرهایی که بعد ممکنه 6 ماه یه بار، سال یه بار، 5 سال یه بار اتفاق بیفته به این شهر، اینا دیگه وطن حساب نمیشه. چرا؟ چون شما از این شهر اعراض کردید، زمانی که اومدید اون رو به عنوان یکی دو سال به عنوان وطن انتخاب کردید. وطن انتخاب کردن شرطش نیست که بگه من تا آخر عمر میخوام تو این شهر بمونم، نه، چون انسان نمیدونه عمرش چقدره. من الان این شهر را به عنوان وطن اختیار کردم و لااقل میخوام یک سال و نیم تو این شهر بمونم. یک سال و نیم کافیست، حتی 6 ماه هم کافیست، حتی اگه چند تا قصد 10 روز بکنه تمام میشه. احتیاطاتش رو دارم عرض میکنم، در جایی که بنا داره مدت زیادی بمونه. بنابراین این بزرگوار تا زمانی که در شیراز هستن روزشون درست. حالا اگه خدای نکرد روزشون رو خوردن، بازم این مسئله جزئیات داره، من شرح بدم وقت زیاد گرفته میشه، که آیا قبلش، چون روز برای تسویه حساب که میان قبلش پایان خدمتشون رو مقدماتش انجام دادن و کار تمام شده، فقط میان برای تسویه حساب، ممکنه 20 روز قبلی ما قبلش ایشون دیگه از شیراز انقطاع کرده، فقط یه روز اومده و برگشته. خلاصه جزئیات مسئلتون رو بررسی کنید چگونه است، بنویسید حالا یا همین برنامه یا جایی که ارتباط دارید از روحانی سوال کنید. اجمالاً اینکه اگر روزه نگرفتید با این شرحی که من دادم، قضا مطمئناً گردنتون هست. اگر میتونستید بپرسید، احتمالاً میدادید و نپرسیدید، اینجا کفاره هم گردنتون میاد. ان شاءالله که اینطور نباشه. علی حال مسئله رو کامل سوال کنید. بسیار ممنون و متشکر. سوال پرسیده شده خسته نباشید، به خاطر کمخونی شدید نمیتونم روزه بگیرم، باید چیکار کنم؟ اگر کمخونی از اون مواردی هست که روزه براش مضره و ضررش هم ضرری است که قابل جبران نیست و ضرر سنگینی هست، روزه ازتون ساقطه. و اگر این بیماری ادامه پیدا میکنه تا حدی که شما حتی روزهای زمستون هم نمیتونید قضا کنید، هم روزه ماه رمضان از شما ساقطه هم قضاش، فقط بابت هر روز 750 گرم باید از اون مواردی گفتیم، گندم، جو، آرد، کشمش، خورن، از اینا به عنوان کفاره یا قیمتش رو بدید. یک سوال خیلی کلیه و بارها جواب داده شده، گفته روزه نمیتونم بگیرم، باید چیکار کنم؟ نمیتونم اتون باید عذر شرعی باشه، یعنی یا اینکه بر خودتون ثابت شده مطمئنید که
نمیتونید، توانش رو ندارید، یعنی دو ساعت که بدون آب و غذا بمونید ضعف میکنید، یا خدای نکرده از در اثر بیماری هست یا سن بالا، بنابراین باید ثابت بشه که توان روزه ندارید. شما نگاه میکنید افرادی هولوش 100 سال عمرشون نمیتونن روزه بگیرن، بعضیا تازه سن تکلیف رسیدن نمیتونن روزه بگیرن، بنابراین سن خیلی مدخلیت نداره. بعضی وقتا انسان یه جوون خیلی هیکلی خوشتیپ نگاه میکنه میگه این 10 برابر من توانشه، اما یه بیماری داخلی داره که قطعاً روزه براش مضر و برعکسش. علی حال نمیشه کسی رو متهم کرد در این جهت، باید عذر شرعی داشته باشید. اگر عذر شرعی پیدا کردید و اون عذر شرعیتون ادامه پیدا کرد مثل بیماری تا ماه رمضان بعد، یعنی قضاش هم نتونستید بگیرید، روزه ساقط میشه، فقط کفارش که 750 گرم هست. خیلی مشکر. ببخشید، آیا وقتی کشمش سرخ شود حرام میشود و کلن استفاده کشمش در غذا چیست؟ اشکالی نداره اگر در روغن سرخ بشه، تنها جایی که اشکال میکنن اینه که داخل آب بجوشه و بهتره که به اصطلاح یعنی آبش داخل خارج بشه و با آب مخلوط بشه. بنابراین اگر مثلا کسی که برنج رو داره داخل دیگ در حال جوشیدن با آب، کشمش رو هم قاطیش بکنه، این کارو معمولا تو آشپزی که نمیکنن، نهایتش یا دم میکنن یا سرخ میکنن یا جداگونه. بله. اما اگه داخل آب ریختن، مثلا آشی که همیشه توش هست، آبم هست، داره میجوشه، یه مش کشمش هم توش ریختن، جوشید با آب و ترکید، اینه که اشکال داره و در غیر اشکال نداره. خیلی ممنون. میشه بدون آداب خاص نماز جعفر طیار رو خوند؟ یعنی خود نماز رو به گونه معمولی خونده بشه، سورهای دیگر رو مثلا که درش وارد شده نخونیم؟ بعد اگر میشه کلن در مورد نماز جعفر طیار برای حوایجشون توضیح بفرمایید. ببینید چطور ما آدم ها خیلی بالاخره از جهات مختلفی شبیه هم هستیم، همه دست داریم، همه پا داریم، همه چشم داریم، اما آقای موسوی بنده، رفقای دیگه، هر کدوم برای خودمون یک علمی هستیم، یعنی یک شخصیت خاصی هستیم. میشه بگیم آقای موسوی مثلا جعفر بشه یا ای کسی دیگه، این جا به جایی صورت نمیگیره، یعنی ذات عوض نمیشه. نماز هم ذاتهای مختلفی هستن مثل غسل ها. بنابراین نمازی که اسمش نماز جعفر طیاره با نماز روزه عید فرق میکنه، نماز روزه عید با نماز شب قدر فرق میکنه. بنابراین نمازهای امام ها همینطور، اثری که تو نماز جعفر طیار هست با این 4 رکعته، با اون 300 تا تسبیحه و با این 4 تا سورهی که درش وارد شده، اگر اینها رو تغییرش بدید دیگه نماز جعفر طیار نخواهد. مگر یه وقتی مثل نماز شب، گفتن نماز شب بعد از هم هر سوره رو که خواستید بخونید، بعضی وقتا گفتن فلان سوره رو بخونید، پیداست مجازید. بعضی وقتا گفتن اگه وقتی سوره هاش هم نخونید، بعضی وقتا گفتن اگه وقت ندارید حتی نافلش هم نخونید. و وقتی دستو باز گذاشتن میگه آقا شب نتونستی قبل از نیمه شب بخون، نتونستی بعد از نماز صبح بخون، این توسعه رو خود شهر به ما داده. مثل غسل روز جمعه که پنجشنبه هم میشه انجامش داد، به قصد رجاء ثواب شنبه تا ظهر هم میشه انجامش داد، این توسعه رو خودشون دادن، بنابراین ثوابش گیر آدم میاد. اما این توسعه تو نماز جعفر طیار نیست که اگر نتونستی اونجور دیدید راستی راجع به فکر کنم اعمال اوم داووده، اگه کسی نتونست این سوره ها رو بخونه، توان قرآن خوندن نداره، چیکار کنه؟ 1000 تا قل هو الله بخونه، ثواب اون عمل میشه. کسی که نمیتونه اعمال حج رو در عرفات و مشعر و اینا انجام، این نمازی که وعد نداره بین مغرب و عشا بخونه، ثواب حجاج نصیب، یه چیزایی رو جاش گذاشتن. اما ظاهرا تو نماز جعفر طیار باید این اکسیر به این شکل باشه، جمع بشه تا این اثر رو داشته باشه. بنابر این سوره ها رو اگر حفظید از رو بخونید، تسبیحات اگه یادتون میره بالاخره با انگشتان به یک شکل خودتون رو عادت بدید که این نماز با همون شکل خونده بشه. بازم بسیار ممنون و متشکر. خواهر من 10 سال پیش طلاق گرفته، هنگام طلاق عادت بوده و میگویند چون حوصله نداشتم برای اینکه دوباره برم دفتر طلاق به دروغ گفتم که پاکم، الان طلاقم صحیح غلطه، چیکار باید؟ ایشالا که تو این مدت اتفاقی نیفتاده باشه. اتفاقاتی که ممکنه بیفته اینه که شوهر سابقه ایشون بره 4 تا زن دیگه بگیره، خب این نتیجهش این میشه که ایشون هنوز همسرشه، پس اون زن چهارمی طلاقش نکاحش باطله، که این بعیده افتاده باشه. یه اتفاق دیگه، این خود این خانم ممکنه ازدواجی کرده باشه، این مصیبتی اگه اتفاق افتاده باشه.
بنابراین خود شما که میدونستید و این جریان رو عقب انداختید، امیدواریم گرفتار عوارضش نشده باشید. الان چیکار باید کرد؟ الان اگر اون مرد هست و دسترسی بهش هست، این کار رو انجام بدید، یعنی ازش بخواید طلاق رو بخونه. اگر دسترسی بهش نیست، نمیدونید واقعا کجاست و به هر شکلی به حاکم شهر مراجعه کنید، احتیاطاً طلاق رو اجرا کنه. بسیار ممنونم. بیننده محترمی دیگری سلام کردند و قبولی طاعات و عبادات. خواستم بدونم مقدار کنجد خریدم، بعد از شستن و خوش شدن در اون یک فضله دیدم که احساس کنم از موش باید باشه، آیا میشود آن را پاک کرد یا اینکه باید دور بریزم؟ اولا اگر شک دارید فضله موش هست یا نیست، تا زمانی که مطمئن نشدید فضله موشه، نمیتونید حکم به نجاست بکنید. سوال کنید، بررسی کنید، نشون بدید، علامتاش رو ببینید. اگر میخواید احتیاط کنید، خب زمانی که کنجدها خشک هست مشکلی پیش نمیاد، این فضله رو آدم جدا میکنه، بقیه رو هم احتیاطاً آب میکشید. اما اگر آب ریختید، گاهی اوقات انسان میخیسونه، که فکر نمیکنم کنجد رو بخیسونن، اگر میخیسونه که آب بر فرض نجس این فضله داخل کنجدها شده، این مقدار کار رو سخت میکنه، یعنی باز هم باید تو آب جاری اینو بخیسونن تا پاک بشه. اگر نه، فقط یه آبی گرفتید و رفته، آب دیگه ای جاری بگیرید، یه آب کور، این هم پاک میشه مشکل. بسیار ممنونم، خسته نباشید. سوال داشتم، اگر کسی روزه باشه و خون دماغ بشه، آیا روزش باطله یا نه؟ ربطی نداره، میتونه روزش رو ادامه بده. روزش درسته، اما گاهی اوقات در بعضی از موارد خون دماغ به قدر شدیده که وارد حلق هم میشه، باید دقت کنه که وارد حلق نشه عمدن. حالا اگر دست خودش نبود، به اختیار پایین رفت، اشکالی نداره، اما عمدی نبوده باشه، نسبت به روزه مشکلی نداره، روزش صحیح. بسیار طاعتتون قبول باشه و در بهشت روی زمین ما رو دعا بفرمایید ان شاء الله. انجام وظیفه میگم، بنده عقیق 8 سال است با همسری زندگی میکنم که تا این لحظه نفقه ای ندادن و در اعتراض بنده میگوید خودت شاغلی، ما 10 خانواده را خرجی میدهم و اعتقاد به انفاق داریم، اما متاسفانه از نظر اعتقادی مثل خمس و داشتن مرجع و حجاب و اینها متاسفانه همسرم قبول نداره. ادامه دادن، متاسفانه هفته آخر شعبان هم دست به مسکرات زده و اون رو به منزل آورده و کلی اصرار که بنده هم همراهیش کنن. شاید باور نکنید، فقط از خدا مرگ طلب کردن. اعتقادش ضعیفه، ندادن نفقه یک طرف، تحمل کردن این مطلب هم یک طرف. میگه به کسی آزار نمیرسونم، تو خونه خودم هست، نمیدونم وظیفه من چیه، بین دوراهی قرار گرفتم. آیا زندگی با چنین مردی رو از نظر شرعی اشکال داره یا اینکه رها کنم؟ دوست داشتن همسری که جنگ علنی با خدا داره چه حکمی برای من داره؟ که دو خط دیگه هم ادامه دادن. البته امسال روزه هم نگرفته و میگه روزه ام، اما من حس میکنم روزه نمیگیره. این خدمت به خلقش و انجام ندادن واجباتش منو سردرگم کرده. خواهش میکنم راهنمایی میکنید. دلم نمیخواد طلاق بگیرم، همش انتظار معجزه الهی دارم، ولی تحمل اون حرکتش رو هم خیلی برام سخته. ببینید، دو تا مسئله خلاصه این سوال این بزرگوار بود، یکی مسئله اجتماعیه، یکی مسئله شرعی. از جهت شرعی مرد باید نفقه خانومش رو بده، حالا هرچی خانوم درآمد و سرمایه داشته باشه. از نظر شرعی زندگی شما با این همسر اشکالی نداره، فقط شما حق ندارید او رو در حرام یاری کنید. هم کاری که خودتون فرمود، یعنی سر سفره شراب نشینید، سفره شراب براش پهن نکنید. علی حال اگر کمکی از شما در این زمینه خواست، شما اون کمک رو انجام ندید. اما از نظر اجتماعی که عمده سوال شما اینه، ببینید یه مسئله نزاعه، آدم باید حرف طرف مقابلش رو برای آدم ملتزمی نیست بشنوه. ممکنه بگه همسر من حرف من رو گوش نمیده، همسر من متدین هست، نمیگم متدین نیست، اما تدینش به درد من نمیخوره، خواسته های من رو انجام نمیده، اخلاقش فلانه، تو زندگی فلانه، بچه ها رو علیه من، یه سری صحبت هایی که معمولا تو اینجور موارد هست. شما از نظر اجتماعی اگر میخواید گرفتار نباشید، چون زندگی زناشویی امتحان دنیاست، تو این امتحان معلوم نیست آدم همه چی با به میلش باشه، گاهی اوقات خلاف میلشه، اولاددار نمیشه، همسرش با اخلاقش نیست، به هم به اصطلاح امروزی ها تفاهم ندارن و بقیه جهات. شما همین که فرمودید طلاق رو نمیخوام، حرف خیلی خوبیه، زندگی بکنید، تجربه نشون داده شما با روش درست میتونید عوضش کنید، گذشت زمان این رو کم کم
سر راه میاره. آدمی که خیرش به مردم میرسه، آدمی که اخلاقش با مردم خوبه، ایشالا دعاهای مردم در حق سبب عاقبت به خیرش میشه. پشتش رو خالی نکنید، تلاش بکنید با اخلاقتون، با سیاستتون، با کیاستتون عوضش کنید، متحولش کنید. مثلا اگه بچه هم داشته باشید، حیف پدر بچه های شما خدای نکرده قبر قیامت گرفتار باشه. واقعا اگه انسان سراغ این مسکرات میره، برای اینکه خلع داره، برای خاطر اینکه دستش خالیه، برای اینکه شاید لذتی که باید از زندگیش ببره نمیبره، اما اگه لذت حقیقی رو شما براش فراهم کردید، کم کم میتونه اونها رو ترک بکنه. دوستان اینچینی، اگرچه نمیگم آسونه، واقعا سخته، اما شدنیه، نشون داده، مواردی شده. اما از اون طرف اونایی هم که طلاق گرفتن برای خاطر اینکه تحمل این مشکلات رو نداشتن، اونها هم سرانجام خوبی نداشتن. بچه‌هاشون به سختی افتادن، اون مرد به سختی های افتاد، قصه میخوره، خود این زن به مشکلاتی گرفتار خواهد شد. پس از نظر اجتماعی زندگی بکنید، تلاش در هدایتش بکنید، دستگیری بکنید و سعی بکنید. اما مسئله نفقه اگه واقعا نیاز ندارید، گیر ندید بهش. او وظیفه‌شو داره انجام نمیده، او باید به شما برسه، ولی گیر دادن شما، نق زدن شما، دعوا کردن شما سبب میشه پرشه بره چهار تا مسکر برداره بیاره، بره با رفیقای ناباب بگرده، بره سراغ چیزای دیگه، یا حرکت مثبت اثری نخواهد گذاشت. بله، اول تا آخر هم شما خودتون دارید خودتون اداره میکنید، اینم کمکی به شما نمیکنه. پس ولش کنید، شما زندگی خودتون رو با مال پا تمیز خودتون اداره بکنید، به او برسید، رسیدگی بکنید، کوتاهی نکنید و انشالله درست میشه. انشالله امیدواریم که همه زندگی ها سراسر از خوبی ها و خیر باشه انشالله. با عرض سلام خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای رفعتی و حقیر، سوال ها طولانیه شاید، اما خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید که تکلیفم رو بدونم. خانمی 44 ساله هستم، سال پیش جراحی سختی داشتم و یک عمل خاص معده، و معده من در حدود 5 سانتی است که 5 سانتی شده و کلن غذا نمیتونم بخورم، در حدود 2 قاشق مربا خوری، و اگر بیشتر از این مقدار بخورم حالت تهوع میگیرم و از طرفی مرتب گرسنه میشوم، و اگر همان مقدار کم چیز، همون مقدار کم رو هم نخورم، به شدت افت فشار و قند خون میگیرم و سردرد شدید، به طوری که بدنم یخ میکنه و ناخونهام کبود میشن و طوری بیهوش میشم که دیگر قادر به نشستن هم نیستم. اما با این شرایط، از اونجایی که مقید به فریضه روزه هستم، 3 روز روزه گرفتم که روز دوم تا ساعت 4 بعد از ظهر روزه بودم و به خاطر مشکلاتی که عرض کردم مجبور شدم افطار کنم، چون دیگه تحمل سردردها رو نداشتم. و از طرفی مشکل دیگه دارم که هر از گاهی چند رفلکس معده دارم، مثلا دیشب که سحری خوردم، امروز صبح در حالی که از خواب بیدار شدم که غذا رو به همراه اسید زیادی وارد گلو و دهانم شد که با خودم گفتم وای امروز روزم باطل شد و نمیتونم روزه بگیرم. با این نیت دوباره خوابم برد، اما وقتی بیدار شدم نیت کردم روزه رو میگیرم به شرط توانستن. حال پس از این توضیحات، حال از شما بزرگوار خواهش میکنم من رو راهنمایی کنید با توجه به شرایط جسمی من، آیا قادر به ادامه روزه هستم یا نه؟ من دلم میخواد مختصر جواب بدم بعضی سوالا رو، اما حیفم میاد. اولا البته ادامه داشت سوالشون. بله بفرمایید. و اگر دوباره در طول ماه رمضان رفلکس معده به سراغم بیاید، آیا روزه هم صحیحه یا باید شکسته شود؟ و آیا من باید روزه رو قضا بگیرم و کفاره به عهده ام دارم؟ و از اونجا که اعمال به نیات، الاعمال به نیات هست، من چون در حال خواب در اثر بیماری روزم باطل شده و فردا روزه نیستم، آیا روزم صحیح هست؟ و اگر نه چه حکمی دارم؟ ممنون میشم من رو دقیقا سوالشون واضحه. عرض میکنم یه مطلب اساسی، اینایی که گاهی اوقات به جهاتی، حالا یا برای بیماری یا برای خاطر کم کردن وزن یا هر چیزی، معده رو کوچیک میکنن، خب این باید دقت داشته باشن، اشکالی نداره. اما اگر لازم نیست، ضروری نیست، این کار رو انجام ندن. انسان نمیتونه کاری انجام بده که خودش رو از واجبی بیاندازه. بنابراین اگر این فقط مثلا به خاطر اینکه میخواد اندامش مناسب باشه، خیلی ضرورتی نداره، مگر دیگه واقعا به حدی رسیده باشه که مضر بوده باشه. این رو هم پس در غیر مسئله روزه حواسمون بهش باشه که آیا شرعاً میتونیم این کار رو انجام بدیم یا نه. کلی. اما اگر بله لازم شد، ضرورت، یا به هر جهتی بالاخره معده عمل جراحی شد و من الان کم غذا یا بی میل بی غذا شدم و هر چیز، از اون طرف ضعف میکنه انسان، گرسنه‌اش میشه،
مثل بقیه موارد بیماری ها اگر تحملش ممکن نیست، عادتا فشار سخته، ضعف میکنه، ضعفی که قابل تحمل نیست از هوش میره، خب این شخص دیگه روزه برش واجب نیست. روزهای کوتاه زمستون قضا کنه اگر توانش باشه. این نسبت به روزه الان شما. بنابراین شما فرمودید 3 روز روزه گرفتم، شما پس خودتون امتحان کنید. اگر کار خیلی نکنید، غذای مقوی ولی کم بخورید، از آمپورهای تقویتی استفاده بکنید، به هر شکلی میتونید روزه بگیرید، این کارو انجام بدید. اگر شده 1 روز در میون میتونید بگیرید، 1 روز در میون بگیرید. هر اندازه که مقدورتون هست روزه رو باید بگیرید. هر چیشم خدای نکرده نتونستید و موند، به عنوان غذا بگذارید برای بعد از ماه مبارک رمضان، روزهای کوتاه زمستون حتما غذا کنید. اما نسبت به اینکه سوال کردید، اونی که از معده گازها و غذایی که وارد حلق میشه، اونی که مبتل روزه است، تقیع عمدیه، یعنی اصطلاح خودتون رفلکس عمدیه، آب و غذا انسان عروق عمدی بزنه بیاد بالا تو فضای دهانش ولی قوت نده، خود بیرون آوردنش روزه رو باطل میکنه. اما اگه عمدی نیست، بی اختیاره، خب مثل شما، این که بی اختیار اومد بالا اشکالی نداره، روزه باطل نمیشه. اما باید اون مقدارش که در فضای دهان میاد بیرون ریخته بشه. اگر اون مقدارش که در فضای دهان هست کسی متعمدن قورت بده، اون روزش باطل میشه. بنابراین شما که نیت روزه کردید، وقتی این حالت پیدا شد باید بیرون میریختید. اگر بیرون نریختید و قورت دادید، این بله مفطر عمدی حساب میشه. اگر اختیار نداشتید اشکال نداره، اگر حواستون نبوده اشکال نداره، اما اگر میدونستید روزه هم هستید و قورت دادید، این از مواردی است که کفاره هم برش میاد. حالا اگر بعد ادامه روز دیدید نمیتونید روزه بگیرید و روزه اون روزتون از بین رفت، ساقط شد، کفاره دیگه نداره، ولی قضا گردنتون هست. جزئیات این مسئله رو دقت بکنید، ایشالا براتون مشکلی پیدا نمیشه. پس بالا اومدن قضا وسط روز اگه عمدی نباشه مشکلی نداره، فقط باید دقت کنیم چیزی بر نگرده داخل حل. اینا فکر میکنم ایشالا روشنه. انشالله، خیلی ممنون و متشکرم. یه مقداری آدم قبل ماه رمضان رسیدگی کنه، طول سال رسیدگی کنه. چطور برای حج که میخوایم بریم از چند ماه قبل برنامه ریزی میکنیم، کارامون انجام میدیم، برای بعضی سختیاش خودمون رو تقویت میکنیم، برای ماه رمضان هم همینطور تو فکر باشیم، جهات مختلف رعایت کنیم. شاید بهترین نوع کم کردن وزن هم همین روزه درست باشه، انسان مرتب روزه بگیره، روزهای مستحبی. خب خواستم سوال بعدی رو بپرسم، اشاره میکنند وقتمون تمومه، بعد دوره پاسخ ابتر میمونه. خیلی تشکر و قدردانی میکنم، اگر یک صحبت کوتاه 1 دقیقه ای. من عرض میکنم خدمت عزیزان، از این شبهایی که در پیش هست، همون شبهای زیبای سفید لیالی بید شروع میشه. اگر تا حالا هنوز موفق نشدیم سحرها، من تعجب میکنم بعضی وقتا میگن شب میخوابیم سحر پا نمیشیم، من میگم شبای بی این کوتاهی آیا آدم وقت میکنه بخوابه؟ اصلا خوابیدنش، حالا ممکنه یه بزرگواری صبح زود مشغول کاره، اصلاً نمیتونه، مجبور اول شب بعد از افطار بخواب، اشکالی نداره، ولی لااقل حالا که این ماها ماهای عبادت هست از دست ندیم یه دعای ابی حمزه ای، ولو شده چند خطش رو، یه دعای قشنگ از دعای شبها و سحر، خصوصا دعای افتتاح تو این زمان که زمان قربت شیعه هست. ان شاء الله نماز شب قبل از نماز صبح خود به همون توفیق، مجیر رو هم که در این 3 شب وارد شده. بله درست. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه لطف کردید پاسخ ها رو جواب دادید. از شما بینندگان هم کمال تشکر و قدردانی دارم که تا این لحظه با ما همراه بودید. التماس دعا داریم، ما رو فراموش نفرمایید. ما هم نای و زیاره شما دوستان خوب و حسینی هستیم. هر کجا هستین در پناه حضرت حق. خدا نگهدارتون. یا اکرم.